پرزیدنت ترامپ از ایران خواسته از اعدام نوید افکاری کشتیگیر سرشناسی که برای شرکت در اعتراضات مردمی مرداد هفت در شیراز دستگیر و به اعدام محکوم شد خودداری کند جزئیات بیشتر در گزارش فرهاد پولادی پرزیدنت ترامپ در توییتی نوشت شنیده از ایران در صدد اعدام نوید افکاری ستاره بزرگ و مردمی کشتی در ایران است و از رهبران رژیم خواسته است از اعدام او خودداری کنند پرزیدنت ترامپ در این توییت همچنین یادآوری کرد که بر اساس شنیده ها تنها کار نوید افکاری شرکت در تظاهرات خیابانی مردم معترض به وخیم شدن اوضاع اقتصادی و تورم شدید بوده است. پرزیدنت ترامپ در یک توییت دیگر خطاب به رهبران رژیم ایران نوشت که باعث خوشنودی او خواهد شد اگر آنها زندگی را به این مرد جوان ببخشند و او را ادام نکنند. پرزیدنت ترامپ پیشتر در نیمه ماه ژوئیه 25 تیر ماه در توییت هایی که به زبان های فارسی و انگلیسی درباره اعدام ها در ایران نوشته بود اعلام کرد سه نفر در ایران برای شرکت کردن در تظاهرات محکوم به مرگ شده اند اعدام آنها که هر لحظه قابل انتظار است پیامی اسفناک به دنیا می فرستد و نباید انجام شود پرزیدنت ترامپ در صحنه سیاست خارجی دیروز از با شرکت در یک کمپینی که در یکی از شهرهای ایالت پنسیلوانیا برگزار شد ضمن تاکید بر اهمیت دستاوردهای سیاست خارجیش در خاور میانه بار دیگر به دلایل اشاره کرد که به تصمیم او برای خروج از توافق اتمی موسوم به برجام منجر شد من از توافق فاجعه بار اتمی دولت پیشین با ایران خارج شدم. اوباما به آنها برای یک توافق کوتاه مدت 150 میلیارد دلار پرداخت کرد به همراه یک میلیارد و 800 میلیون دلار پول نقد. پرزیدنت ترامپ همچنین یادآوری کرد که نیروهای آمریکایی به دستور او قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران را از رهبری عملیات تروریستی در منطقه و دیگر نقاط جهان حذف کردند. فرهاد پولادی، صدای آمریکا. امشب برنامه روی خط نظرات شما را در مورد ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی منعکس می کند. پدر رومینا اشرفی که چند ماه پیش دخترش را به خاطر دوستی با جوانی با داس سربریده بود بر اساس حکم دادگاه به نه سال حبس محکوم شد. این جنایت و حکم تنها نه سال زندان برای قتل فجیع این دختر جوان جامعه را تکان داد. در همین حال مادر رومینا در واکنش به حکم دادگاه خواهان قصاص همسرش شده و از اینکه او در دوباره به جمع خانواده بازگردد ابراز نگرانی کرده است ویدئوی کوتاه یا فایل صوتی برای ما ارسال کنید و به ما بگویید در دنیای امروز چه شرایط و عواملی باعث می شود که پدری تصمیم بگیرد فرزند خود